با ما تو این ویدیو همراه باشید. حقایقی باور نکردنی رو از زندگی شخصی کریس رونالدو میخوام بهتون بگم، از کودکی سخت و بیماری شدیدی که توی کودکی داشته و داشته از دنیا میرفته تا شرایط بد خانوادگی و فقر شدید و اعتیاد و الکل پدرش تا اتفاقاتی که براش افتاد و ماجرای چندین ازدواج و رابطه متعددش. تا پایان این ویدیو رو با ما باشید، یه مرور جالب از زندگی رونالدو رو با هم داریم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. کریس رونالدو متولد 5 فوریه 1985 در کشور پرتغال هست. اون رو میتونیم یکی از نامدارترین بازیکن‌های تاریخ فوتبال بدونیم. جالبه بدونید که رونالدو تحصیلاتی زیادی نداره و درسش رو تا مقطع ابتدایی اونم نصف نیمه ادامه داد. اون از 8 سالگی به سراغ فوتبال رفت و حالا ثروتش بیش از 1 میلیارد دلار هستش و موفق شده 5 توپ طلای بهترین بازیکن جهان رو به دست بیاره. جالبه بدونید که چربی بدن رونالدو به واسطه ورزش و تمرینای سختی که داره کمتر از 10% و واسه همین هم هستش که خوب میدوه، خوب میپره و حرکات بدنی سنگینی میتونه انجام بده. اون 185 سانتیمتر قد داره و 80 کیلوگرم وزنشه و میزان پرش های اون رو تا نزدیک به 3 متر هم تخمین زدن. اما اسم اصلی کریس رونالدو کریستیانو رونالدو دو سانتوس آوریا هستش. اون به تاریخ شمسی در 16 بهمن سال 63 در روستای فونچال در کشور پرتغال به دنیا اومد که فرزند آخر خانواده فقیر و پرجمعیتش بوده. مادرش ماریا آشپز و پدرش خوزه دنتیس باغبان شهرداری بود که نام رونالدو به خاطر علاقش به رونالد ریگان رئیس جمهور وقت برای پسرش انتخاب کرده بود. برادران و خواهران رونالدو تعدادشون 3 هستش. 2 خواهر و 1 بزرگتر از خودش داره. دین اونها مسیحی کاتولیک و خانواده‌اش هم خانواده خیلی خیلی فقیری بودن، به طور که خونه‌شون خیلی کوچیک بود و هر 4 خواهر برادر توی یه اتاق خیلی کوچولو به صورت مشترک زندگی می‌کردن. و خب کودکی خیلی سختی رو رونالدو تجربه کرد. اون به صورت جدی از سال 1992 وقتی که 7 بود با تیم محلی آندورینای پرتغال که پدرش مسئول تدارکات و خدمات اون بود شروع به ورزش فوتبال کرد. بعد از همین باشگاه به باشگاه ناسیونال مادیرا رفت. سال 97 در 12 مورد توجه استعدادیاب‌های باشگاه اسپورتینگ لیسبون پرتغال شدند و اون رو به آکادمی این تیم دعوت کردند. اون سال 2002 در 17 به تیم اصلی اسپورتینگ راه یافت و تا سال 2003 در این تیم توپ زدش. کلن رونالدو از همون ابتداش هم بچه درس خونی نبود. وقتی که 14 بود بعد از پرتاب صندلیش به سمت معلمش و توهین کردن به اون برای همیشه از مدرسه اخراج شد و خودش هم قید درس رو برای همیشه زد و با حمایت مادرش تمام وقت روی فوتبالش تمرکز کرد و فوتبال بازی میکرد. اون در 15 بیماری تندی تپش قلب داشت که باعث می شد همین دلیلی بشه که فوتبال رو برای همیشه کنار بذاره، اما باشگاه از او و خانوادش حمایت کرد و هزینه عمل جراحی و رفع مشکل رونالدو رو تقبل کرد. اون در شروع فوتبال حرفه‌ایش حسابی توی اسپورتینگ لیسبون درخشید تا جایی که بازی‌های درخشان اون در اسپورتینگ باعث شد که نماینده‌های باشگاه منچستر یونایتد و بارسلونا پیشنهاد به خدمت گرفتن اون رو به این باشگاه بدن، تا اینکه در فصل 2003-2004 با اصرار سر الکس فرگوسن باشگاه منچستر یونایتد با قراردادی حدوداً 12 میلیون یورویی با رونالدو جوان قرارداد 4 بستن. سیر موفقیت رونالدو از فصل 2006 وقتی که 21 ساله بود به عنوان بازیکن برتر لیگ انگلیس شروع شد و بعدم به عنوان جوانترین بازیکن سال رو هم به خودش لقبش رو داد. در سال 2007 پیشنهاد 80 میلیون یورویی رئال مادرید اسپانیا رو نپذیرفت و ترجیح داد همچنان در منچستر بمونه. ولی خب منچستر هم نامردی نکرد و قرارداد هفته 120 هزار یورو رو با اون انجام دادش که خود اون رقم هم رقم نسبتاً درشتی بود.
در فصل 2007-2008 به واسطه درخششش در منچستر تونست برای اولین بار جایزه توپ طلا و کفش طلا رو به صورت همزمان به دست بیاره. در نهایت با منچستر یونایتد 3 بار قهرمانی لیگ جزیره، 1 بار قهرمانی جام حذفی، 2 بار قهرمانی جام اتحادیه، 1 بار قهرمانی جام خیریه، 1 بار چمپیونز لیگ و 1 بار هم قهرمانی جام باشگاه‌های جهان رو به دست آورد. اون نخستین فوتبالیست پرتغالی در منچستر یونایتد بود و قصد داشت پیراهن شماره 28 رو بپوشه، اما الکس فرگوسن گفت تو باید پیراهن شماره 7 رو بپوشی، که پیش از این بازیکن افسانه‌ای باشگاه از جمله جورج اون رو برتن کرده بودن. افراد دیگه مثل برایان رابینسون، اریک کانوته و حتی دیوید بکام هم شماره 7 در منچستر می‌پوشیدن و خب افتخار بزرگی برای رونالدو بودش که بتونه این پیراهن رو بپوشه. اما برگردیم به سال 2008، وقتی که یه تصادف رانندگی بد برای رونالدو اتفاق افتاد. اون در 8 ژانویه 2008 با خودروی فراری خود از یه تصادف شدید جان سالم به در بود و 4 روز بعد برای اولین بار عنوان بهترین بازیکن جهان رو از آن خود کرد. سال 2009 وقتی که 24 ساله بود قرارداد 6 ساله رو به ارزش 94 میلیون یورو به عنوان گرونترین انتقال اون زمان از منچستر به رئال مادرید بستش و تا سال 2018 در رئال مادرید بازی کرد. رونالدو مجموعاً 438 بار پیراهن رئال مادرید رو برتن کرده و 451 بار تونسته برای این تیم گلزنی کنه و با بازی‌های درخشانی که توی رئال داشت 3 بار کفش طلا و 4 بار هم توپ طلا رو تونست به دست بیاره. با رئال مادرید 2 بار قهرمان لالیگا، 2 بار قهرمان کوپا دل ری، 2 بار سوپرجام اسپانیا، 4 بار چمپیونز لیگ، 2 بار قهرمانی سوپرجام اروپا و 3 بار قهرمانی جام باشگاه‌های جهان رو هم تجربه کرد. تا اینکه در سال 2018 تصمیم گرفت از رئال به یوونتوس بره. توی سال 2018 وقتی 33 ساله بود با قرارداد 4 ساله به مبلغ 100 میلیون یورو به عنوان گرانترین انتقال از در سری آ به یوونتوس ایتالیا پیوست و تا سال 2021 هم در این تیم بازی کرد. او در سال 2019 و 2020 به عنوان برترین بازیکن سری آ شناخته شد. این تیم 2 بار قهرمان سری آ شد و 1 بار هم قهرمان جام حذفی و 2 بار هم قهرمان سوپر جام ایتالیا. اما توی اتفاقی عجیب در سال 2021 رونالدو به یک بار تصمیم گرفت که دوباره به تیم اصلی قدیمیش یعنی منچستر برگرده. اون در سال 2021 در سن 36 سالگی با قراردادی 2 ساله و دستمزد سالیانه 15 میلیون یورو به تیم منچستر یونایتد در لیگ جزیره پیوست. اون در فصل اول حضورش 40 بار به میدان رفت و تونست 19 تا گل برسونه. به ثمر برسونه تا اینکه با پیشنهاد اغوا کننده عربستانی ها تصمیم گرفت که از لیگ جزیره جدا بشه. البته توی روزهای آخری که توی منچستر حضور داشت خیلی با مدیران این تیم و همینطور مربیش رابطه خوبی نداشت و جداییش از منچستر قطع به یقین بودش. اما اتفاق جنجالی که توی سال 2023 تو بحبوحه جام جهانی اتفاق افتاد انتقال رونالدو به تیم النصر عربستان بود. رونالدو در 1 ژانویه 2023 قراردادی 2 ساله رو با تیم النصر عربستان سعودی بست و برای هر سال حضورش حدوداً 200 میلیون یورو دریافت میکنه که بالاترین رقم در تاریخ فوتباله. رونالدو اولین بازی رسمی خود رو برای النصر به عنوان کاپیتان باشگاه در 22 ژانویه انجام داد و در این بازی در پیروزی 1-0 مقابل الاتفاق 90 دقیقه کاملا در زمین حضور داشت. اما روز برگ برسیم به روز گذشته که رونالدو برای اولین بار وارد کشورمون شد. رونالدو روز دوشنبه 27 شهریور ماه 1402 به همراه تیم النصر برای بازی با پرسپولیس در سری مسابقات جام باشگاه‌های آسیا برای اولین بار وارد ایران شد که حواشی و اتفاقاتش رو توی یه ویدیو به صورت کامل براتون قرار دادم که اگه دوست داشتید میتونید اون ویدیو رو تماشا کنید. رونالدو در تیم ملی هم درخشش هایی داشته. اون در سال 2001 در 16 سالگی به تیم ملی زیر 16 سال پرتغال دعوت شد. سال 2003 در 18 سالگی تونست پیراهن بزرگسالان رو بپوشه و 1 بار هم قهرمان جام ملت‌های اروپا و 1 بار قهرمان لیگ ملت‌های اروپا رو هم در کارنامه ورزشیش در سطح ملی داره.
رونالدو تا حالا 3-4 بار رابطه پنهانی و رسمی داشته. اولین باری که اون ازدواج کرد برمیگرده به سال 2010 در بوهبوهه جام جهانی آفریقا، وقتی که 25 سال سن داشت به یک بار خبر پدر شدنش رو رسانه‌ای کرد. این در حالی بودش که رابطه عاشقانه‌ای با کسی نداشت و رسانه‌ها کلاً از ارتباطات رونالدو بیخبر بودن. تا کنون هم رونالدو سعی کرده که هویت مادر پسر بزرگش جونیور رو اعلام نکنه، ولی خب خیلی ها میگن که توی همون جام جهانی آفریقا با خدمتکار یه هتل رابطه برقرار کرده و از این رابطه صاحب این فرزند شده. رونالدو سال 2010 بعد از اعلام خبر پسردار شدنش برای خارج کردن جو رسانه‌ای ارتباط عاشقانه خودش با ایرینا شایک مدل روس رو علنی کرد. این دو از سال 2010 تا سال 2015 به مدت 5 سال با هم در ارتباط بودن، تا اینکه رونالدو از اونم جدا شد و با لوسیا ویولون خبرنگار اسپانیایی وارد رابطه شد، که البته رابطهشون خیلی طولانی نبود و بعد از چند هفته از هم جدا شدن. اما کریس رونالدو در سال 2016 وقتی که 31 سال سن داشت توی خریدی که از فروشگاه کوچی داشت عاشق یکی از فروشنده های اونجا به اسم جورجیا رودریگز شدش. جورجیا علاوه بر کار فروشندگی در نمایندگی گوچی کار مدلینگ هم انجام میداد و توی اون موقع فقط 19 سال سن داشت. این زوج سال 2017 صاحب یه فرزند دختر به نام آلانا مارتا بعد شدن و بعد از اون هم از طریق رحم اجاره‌ای دو فرزند دوقلوی دیگر به نام ماتئو و اووا مارا رو هم به جمع خانواده خود اضافه کردند. در آوریل سال 2022 هم صاحب دختری به نام گئو شدند. رونالدو تا الان 4 فرزند به دنیا آورده و خودش گفته که به خاطر علاقش به عدد 7 میخواد فرزندانش رو هم به تعداد 7 تا برسونه. باید ببینیم توی این کار هم موفق میشه یا نه. گفته شده که رونالدو و جورجیا بعد از سالها دوستی و کنار هم بودن میخوان ازدواج رسمی بکنن و توی همین ماهای آینده یه مراسم بزرگ رو هم انجام بدن. گفته میشه که دلیل اینکه تا الان با جورجیا ازدواج نکرده مخالفت مادرش بوده. مادرش زیاد با جورجیا رابطه خوبی نداره و دوست داره که این دو نفر سریعتر از هم جدا بشن، چه برسه که بخوان ازدواج هم بکنن. جالب بدونید رونالدو 2 بار مقابل تیم ملی کشورمون هم تجربه بازی داره. اولین بارش در جام جهانی 2006 بود و دومیش هم در جام جهانی 2018 روسیه که یه پنالتی رو هم مقابل علیرضا بیرانوند تو این بازی از دست داد. رونالدو درآمد تبلیغاتیش خیلی بیشتر از درآمد بازیش توی تیم‌های مختلف بوده و قراردادهایی که می‌بنده حتی تا 1 میلیارد دلار هم رقمش رسیده. با کمپانیایی مثل نایکی، کوکاکولا، کونامی، هواپیمایی امارات و خیلی های دیگه. البته از طرف دیگه فعالیت های خیرانه و خیریه هم زیاد توی کارنامش داشته و بارها شده که توی کمپین های تبلیغاتی خیریه حضور داشته. رونالدو بارها گفته که توی بدنش هیچ خالکوبی نداره و دلیلش هم این بوده که دوست داشته همیشه اهدای خون انجام بده و همین اهدای خون دلیلی شده که رونالدو هیچ جای بدنش رو تا حالا تتو نکرده. رونالدو مدعیه که تا به حال 1 بار هم لب به الکل نزده. دلیلش هم این بوده که پدرش به خاطر اعتیاد شدیدی که به الکل داشت از دنیا رفت و واسه همین رونالدو از این موضوع خاطره بدی داره و هیچ وقت اعتیاد و الکل رو تجربه نکرده. جالبه بدونید که رونالدو یه بار توی خاطره‌ای گفته که موفقیت خودش رو مدیون یکی از دوستاش به نام آلبرت فانتروا هستش. ماجرا به آخرین بازی اون در پرتغال برمیگرده، بازی که در باشگاه لیسبون انجام داد و باشگاه اعلام کرده بود که هر کس گل بیشتری توی این بازی بزنه وارد آکادمی باشگاه میشه. زمانی که رونالدو توی تیم کودکان باشگاه لیسبون بازی میکرد، این بازی 3-0 تموم شد. گل اول رو رونالدو، گل دوم رو آلبرت زد و گل سوم در حالی که آلبرت در یه موقعیت تک به تک قرار داشت و دروازه‌بان رو هم دریبل کرده و به جای باز کردن دروازه خالی به رونالدو پاس داد و گل سوم رو در کمال ناباوری رونالدو زد و همین باعث شدش که از بین این دو نفر رونالدو به
آکادمی دعوت بشه. گفته میشه که چند سال بعد یه خبرنگاری به خونه آلبرت رفت و در مورد این موضوع پرسید که آلبرت پاسخ جالبی داد و گفتش که رونالدو بهتر از من بود. اینو هم رونالدو میدونست و هم من. واسه همین پاس دادم که اون بره آکادمی و موفق بشه. رونالدو در شهریور 1400 هم رکورد رویایی علی دایی رو موفق شد بشکنه. علی دایی با 109 گل بهترین گلزن تاریخ بازی‌های ملی بودش که رونالدو با عبور از رکورد علی دایی موفق شدش که به عنوان برترین گلزن جهان بشه، که بعد از این اتفاق پیام تبریکی هم بین علی دایی و پاسخ رونالدو همراه بودش. جالب بدونید که رونالدو توی زمان کودکی به گفته مادرش قرار بودش که سخت بشه. مادرش توی مصاحبه افشا کرده بود که به دلیل فقر و اعتیاد شدیدی که داشتن و پدرش به شدت الکل مصرف میکرد نمیتونستن فرزند دیگه ای رو داشته باشن. واسه همین وقتی که حامله بود تصمیم گرفت بچهش که رونالدو باشه رو سخت بکنه، ولی خب پزشکش تونست اون رو قانع بکنه که این کار رو انجام نده. خب رفقا ممنون از همراهیتون، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و اطلاعاتی که بهتون دادم براتون جالب باشه. حتما نظراتتون رو در مورد کریس رونالدو تو بخش کامنت ها بر ما بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.